بینندگان گرامی هنگامی افشار در برنامه رو در رو ببخشید فیدبک صدا بسیار زیاد خیلی عرض میخوام از حضورتون. شنبه هستیم 8 بامداد 27 از ماه ژانویه 2018 میلادی. چند هفته است که بحثی را آغاز کردیم در رو در رو پیامد در واقع خیزش جدید در ایران که این بار رو میگن انقلاب گرسنگان برای نان، انقلاب جنبش نان، که مردم آمدن اعتراض کردن، صداشون به گوش جهانیان رسید با شیوه‌های بسیار زیبا ابتکاری، اما سرکوب شدن. ما این بحث رو آغاز کردیم که چه کنیم، مردم ایران چگونه میتونن در این جنبش ها موفق بشن، سرکوب نشن بدون رهبر، با رهبری. آیا میشه؟ چون در انقلاب مشروطه ما رهبر نداشتیم، رهبری وجود داشت و بعد رهبرها از مثل ستارخان پرونده نداشت، خودش رو نشان داد و بعد از او آذری ها تبعیت کردن و بعد بقیه ایران و چهره های دیگر از بختیاری و غیره در انقلاب مشروطه که ما بهش افتخار میکنیم در جهان، در ایران، و فکر میکنیم از همون موقع است که مردم فریاد آزادی سر دادن ما رهبر خاصی نداشتیم، رهبری داشتیم. آیا میشه؟ ولی شیوه های اختناق به این شکل نبود، پیشرفته نبود. آیا میشه این شیوه رهبری و به گونه دیگر الان در قرن 21 با 80 میلیون جمعیت ایران، با آخوند تا دندان مسلح به سلاح های ترسناک به وجود آورد؟ چگونه راه کارتاش؟ من امروز مهمان عزیزی دارم، یک شاعر، روزنامه نگار، منتقد، آقای میرزا آقا عسکری مانی، ملقب به مانی. ایشون در واقع مدیر و بنیانگذار رادیو مانی هستند در آلمان. چرا من از هنرمندان دوست دارم در این زمینه دعوت کنم نه سیاست مداران؟ این هم خودش بحث است. اجازه بدین صحبت رو آغاز کنیم با آقای مانی. صبح شما بخیر، عصر شما بخیر آقای مانی گرامی. درود بر شما خانم هنگامی افشار و درود به تمامی بینندگان برنامه شما. خب شما خوب هستید آقای مانی؟ بله من خوب هستم، همین که زنده هستم و میاندیشم و کار میکنم این نشانه های خوبیش برای دیدن به معنای واقعی. بسیار خوب، زیبا. من میاندیشم پس هستم. جوپونس دو جوشنی. خب دکارت، رنه دکارت، همسایتون، همسایه کشوریتون در واقع فرانسه. آقای مانی عزیز، شما یک هنرمند هستید، با منتقدین صحبت میکنید، بیشتر در زمینه نوشتاری هستید. اولا اجازه بدین این رادیو مانی که شما چند سالیست مدیریت شو میکنید و در سطح اینترنت پوشش بسیار وسیعی داره، رادیوی سیاسی فرهنگی شده، بفرمایید وارد چندمین سال شده و چه میکند؟ یه مقدار از هویت رادیو مانی بگین تا ما بریم به شیوه های رهبر یا رهبری در ایران. بله، رادیو مانی در همین پاییز گذشته وارد ششمین سال زندگی شد و یک رادیویست که الان مدتی تصویری هم شده، از قبل هم بود، خب الان بیشتر شده کار تصویریش. کارهای تصویریش رو هم در کانال رادیو مانی در یوتیوب میشه دید و هم در سایت رادیو مانی با نشانی www.radiomani.org یا نقطه کار. و بعد ما در واقع یک رادیو هستیم که بیشتر از طریق اینترنت، موبایل و تابلت و کامپیوتر در دسترس همگان هستیم. یک چیزی حدود 10 تا 15 ساعت در هفته برنامه تولید میکنیم. یک جمع
شاید بگم حدود 30-35 نفر هستیم که یا به عنوان میهمان در میزگیرهای ما شرکت میکنن و یا خودشون برنامه ساز هستن در این رادیو و مرتب کار میکنن، منتها همه کارهای فنی مدیریتی و پشت صحنه شو من به تنهایی انجام میدم. رادیو مانی هیچ نماینده ای نداره، هیچ سخنگویی نداره، هیچ دولت، حکومت، حزب یا سازمان یا افراد متمول یا استانسور وابسته نیست. خودش روی پای خودش میشته و هزینه‌هاش هم از طریق همکارانش تأمین میشه و ما در واقع پخش 24 ساعته داریم برای موبایل، پخش 24 ساعته داریم برای کامپیوتر و سایتی داریم که همه این برنامه‌ها در اونجا هم منعکس میشه و هم آرشیو میشه برای همیشه و در کانال یوتیوب هم که یوتیوب رادیو مانی رو داریم. خب مانند خیلی از رسانه‌های دیگه در اینستاگرام، در تلگرام و جای دیگه هم ما کانال‌هایی داریم که از طریق اونها هم صدای ما به گوش مردم میرسه. از اونجایی که سایت ما در ایران فیلتر هست، مانند هر سایت پیشروی دیگر، دوستانی که در ایران هستند یا از طریق تلگرام برنامه ما رو دریافت میکنند و بین خودشون تقسیم میکنند و به اشتراک میگذارند، یا به طور فردی از همکاران و شنوندگان ما در اروپا و آمریکا و جای دیگه فایده رو دریافت میکنند و دست به دست میکنند و به دست هم میرسه و نقد و نظرهای خوبی هم برای ما میفرستند. عالی. بزرگ که امکان دارید من رادیو مانی رو به اختصار به شما معرفی کنم. اتفاقا همین شبکه های خارج از کشور هست که من معتقدم در اروپا خیلی مؤثرتر، کمتر تبلیغاتی و شعاری هستند، که تأثیر گذاشتن بر ذهن بچه های ایران. ما 10 سال اول کشتار داشتیم در جمهوری اسلامی، آنچه خیزش ها بود، نهاد ها بود که به وجود اومده بود طول دهه ها، اینها در زندان ها از بین بردن. 3 دهه اخیر آغاز شده به فاصله 10 سال تقریبا. اولیش بود در سال 1178 اگر اشتباه نباشم در کوی دانشگاه، اینجا که بچه ها به هر حال خیزش کردن، زمان آقای خاتمی بود. دومی بود به فاصله 10 سال 1388 جنبش سبز که دیدیم چه پوشش جهانی داشت. این جنبش سوم تقریبا اینم حالا به فاصله 9 سال شده، 1196 که به نام جنبش نان مشهور شده. ما هر بار شیوه ها متفاوت بوده. کوی دانشگاه مقطعی بود، جنبش سبز تقریبا سراسری بود ولی متمرکز در تهران برای تقلب در انتخابات و خواستار رأی منکو. اما جنبش نان بیش از 100 شهر یا شهرستان در ایران رو فرا گرفت و طبقه فقیر زیر متوسط حتی آمدن. بفرمایید چه فرقی بین این جنبش اخیر، جنبش نان، تا 2 دیگر جنبش در ایران شما دیدید؟ بله، نخست اشاره میکنم خانم هنگامه افشار که اگر همونطور که خودتون هم به چند تا تاریخ اشاره کردید، از آغاز پیدایش جمهوری اسلامی خمینی تا به اکنون تقریبا هر ده سال یک بار یک جنبش یا یک شورش بزرگ اتفاق افتاده و همینطور که گام به گام هر 10 سال به 10 سال ما جلو آمدیم، این جنبش رادیکال تر شده تا رسیده به خیزش سال 1996 که همین دی ماه گذشته بود و این اساساً به لحاظ سرشت و ماهیت با همه حرکت‌های پیشین متفاوت بود. حرکت‌های پیشین چه کارهایی که در یک دوره مجاهدین کردن یا میرحسین موسوی و همسالهم کردن، یک اتکای ایدئولوژیک مبتنی و متکی بر شیعه و اسلام داشت که همه اینها با اصل
اسلامی بودن نظام موافق بودن، دعوا بر سر قدرت بود و جانشین شدن افراد یا سازمان‌های دیگر به جای افرادی که فعلا دارن حکومت می‌کنند. وگرنه در ماهیت دینی و اسلامی اونها اشکال عمده‌ای نداشتن. حتی جنبش دانشجوی ایران هم که شما بهش اشاره کردی که دفتر تحکیم وحدت یکی از سازمان دهندگانش بود، این دفتر تحکیم وحدت رو من برای 2 دهه وقتی اسمش رو میشنیدم با خودم میگفتم بهتره که اینا بگویند دفتر تحکیم وحشت، چون تا عمق استخوان بنیادگرا و اسلامی بودن. اما این بار اتفاق دیگری افتاده است. این جنبش رابطه خودش رو با مذهب شیعه و با دین اسلام و با پیشوایان دینی و رهبران سیاسی شیعی جدا کردن. نه تنها جدا کردن، بر علیه اونها شعار دادن و نه فقط بر علیه اونها شعار دادن، اصلا علیه خود تفکر دینی در ایران شعار دادن که این شاید در 1400 سال گذشته به راستی پشتوانه بوده، یعنی نمونه نداشته، مگر جنبش های مثل بابک خرمدی که 200 سال پس از حکومت شکست ایران در واقع هنوز هم پایداری میکردن، خرمدی بودن و در برابر خلافت اسلامی در بغداد ایستادگی میکردن و خب چون ایرانی بودند و از بقایای تفکر میترایی و زرتشتی بهره میگرفتن غیر اسلامی بودن. در غیر اون ما هر جنبشی که در طول سالیان داشتیم، از اسماعیلیه گرفته تا جنبش های فراوان دیگر، حتی بابی ها و بهایی ها، اینها متکی بودن بر تفکر ایدئولوژیک به نوعی از مذهب یا قرائت دیگری از مذهب. اما اون جنبش 96 آمد و با صدای بلند گفت ما آریایی هستیم، عرب نمی پرستیم. معنی این چی؟ ببینید مردم ایران که مردم عرب عراق رو نمی پرستن، عربهای سوریه یا عربستان رو که نمی پرستن، عربهای یمن، کویت، قطر یا لیبی یا هر جای دیگر رو که نمی پرستن. منظورشون پس چیه که ما عرب نمی پرستن؟ منظورشون دقیقا سمبولهای دینی مثل پیامبر اسلام، علی، حسن، حسین، امام رضا، حضرت مهدی و تمامی این عرب تبارانی که در ایران هستن اما هنوز ایرانی نشدن، در حکومتن و ضد ایرانی ها و این کشور اقدام میکنن. خب همین جای اجازه بدید مانی جان، همینجا مانی عزیز، مانی عزیز به نکته، خیلی ازت عذر میخوام چون به نکته جالبی اشاره کردی و بعد موضوع بسیار جالب این بود طبقه ای که این بار به خیابان ها آمدن، طبقه ما میتونیم بگیم فقیر هستن که طرفدار این مذهب و این مساجد، تکیاگاه ها، به خاطر قضا، به خاطر کمک هایی که به اینها میکردن بودن. و این خیلی اشاره جالبی است که ما ببینیم اون طبقه معتقد به نظامی که الان به پا خواسته. خیلی عذر میخوام، ادامه بدید، ببخشید. بله داشتم خدمت شما میگفتم اون خط سوزان و خط قرمز غلیظی که به ویژه نسل جوان بین خودش و تمامی المنت ها و نشانه های دینی و خود دین کشید، این در تاریخ ایران نمونه نداشته و این شاید میتواند یک پگاهی باشد، باندادی باشد، چشمندازی باشد برای آینده ایران. شما به طبقه گرسنگان و فقرا اشاره کردید. نخست این که واقعا این جنبش جنبش طبقاتی نیست، برای اینکه طبقات دارای نمایندگان سیاسی اجتماعی هستند و دارای ساختار فکری درون طبقاتی هستند، حتی اگر اون رو به طور منسجم ننوشته باشند.
یافتگاه اجتماعی سیاسیشون منجر به نوعی از حکومت می شود که بیشترین توجه رو باید بعداً به اون طبقه داشته باشه. این یک جنبش ملی است به باور من. حالا شما اشاره کردید که این فقرا خود بیشتر مسجد نشین هستند. پدران این کسانی که در جنبش 96 شرکت داشتن، پدران و مادرانشون شاید هنوز هم مسجد نشین باشن. اما این نسل نسل مسجد برون نیست، از شعارش پیداست، از نوع حرکتش پیداست. اینا همون نسلی هستن که طی 10-15 سال اخیر مساجد رو خالی کردن و به مراسم عاشورا و تاشوعا به عنوان حسین پارتی نگاه میکنن و اگر به تکیه ها میروند میرخصن به جای اینکه بر سر خودشون بکوبن. یعنی عزاداری رو به رقص و به نوعی حرکات دست جمعی شورانگیز تبدیل کردن که هنوز هم البته ممکن است رنگ های دینی و مذهبی داشته باشه، چون در یک محلی مانند مسجد یا تکیه صورت میگیره و اون کسی که اون بالا اون ایسته جهت میده. اما همه این را دار بعد این هست که نسل جوان امروز به ویژه اونهایی که دستشون تویتره و صفرشون خالیتره دریافتن که تنها یک جنبش ملی متکی بر منافع ملی مردم ایران و تکیه داده به فرهنگ ایران میتواند ایران را از این ستم 1400 ساله بیاره بیرون. شاید اینها در این زمینه اجتماعی نکردن، کتاب ننوشتن، تئوری بافی نکردن. این از ضمیر ناخودآگاهشون برمیاد. مجالی یافتن که این ضمیر ناخودآگاه همچین میوه رسیده و منتقل شده به ضمیر آگاه اینها و اینها به نظر من آگاهانه این شعارها رو دادن و میدن. وقتی که اینها میگن اصولگرا اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، در واقع پشت کرده اند به هر دو جناح این حکومت، از روی حسین موسوی و خاتمی و روحانیش گرفته تا علم الهدا و بیت رهبری و همه این ملاهای گتگندهی که در ایران هستن. خب این پدیده بسیار جالبی است. ما حتی در دوره مشروطیت هم چون این آگاهی که در برای یعنی خط‌کشی کنه بین حرکت سیاسیش و خواسته‌هاش با دین اسلام رو نداشتیم. بعد از اون هم نداشتیم. در نظام پهلوی در دوره محمد رضا شاه پهلوی هم نداشتیم. درست نوعی سکولاریسم داشتیم. ولی این خط سوزان و این خط تلیز قرمز بین مردم و دین به وجود نیامده و الان به وجود اومده. ما این جنبش رو در واقع باید بیداری و بازگشت دوباره ایرانیان به هویت ملی خودشون ارجابی کنیم. این خیلی فراتر از جنبش گرسنگان هست. در واقع بله، در واقع باید بگیم شد که اینها به خیابان بیان. این جنبش یک خیزش آگاهی که برای نخستین بار در تاریخ ایران پس از سقوط ایران به دست اعراب اتفاق افتاد. در واقع پیررنگ این جنبش رو، پیررنگ این جنبش هویت، بازگشت به هویت گذشته است که این شاید قرنها در ایرانی خفته بود و امروز با بیداری درون با شناخت ریشه های تاریخیش یک جنبش تاریخی است. این فراتر از فقط گرفتن آزادی یا بیرون کردن آخوند از حیطه حکومت هست. این یک جنبش فرهنگی است، درسته؟ بله، پس زمینه های فرهنگی داره، پس زمینه های آگاهی از گذشته رو داره. ما گام های نخستین این جنبش رو در پاسارگاه تیر دو سه سال گذشته دیدیم. در تظاهراتی که این سو و آن سو اتفاق می افتاد دیدیم، ولی اونها در واقع پیش لرزه ها بودن و این یکی از لرزه های
بزرگ پس از اون پیش لرزه هاست. و اما لرزه نهایی زمین یا زلزله نهایی در پیش و اتفاق خواهد افتاد. این رو هیچ کس جلوش رو نمیتونه بگیره. حتی اگر تمامی مردم ایران هم اراده بکنن که سکوت کنند و جلوی این جنبش رو بگیرن، نمیتواند. برای اینکه این جنبش رسیده است، مانند یک زایمان، یک خانم، یک بانو که زمان زایمانش فرا میرسد، اگر اراده کند که نزاید، نمیتواند. ایران در حال زایش دوباره خیش است. اما این به معنای بازگشت به گذشته و زندگی کردن در قرون وسطا نیست، بلکه یک زایش دوباره، بازگشت به خیش و برای همشان شدن و امروزی شدن و جهانی شدن است، برای همزیستی با جهان متمدن و مدرن است. اینا جنبه های پنهان این قضیه هستند. آنچه که ما دیدیم جنبه تظاهر و ظهور کردن بیرونی بود، این قضیه بود که مدت 6-7 روز. ولی اصل قضیه این هست که این درخت میوه‌هاش رسیده و داره میریزه، یعنی جلویش رو نمیشود گرفت. به همین خاطر اگر اون باغبانی وجود نداشته باشه یا باغبانانی وجود نداشته باشن که بتوانند این میوه‌ها رو جمع بکنن قبل از اینکه بریز زمین از بریز برود، این میوه ها رو بچینن در یک سبدی که سبد ملی است برای همگان، عنوان دموکراسی، سکولاریسم، آزادی، برابری خواهی، برابری طلبی، عدالت دادگسترانه ارائه ندهند، ممکن است این میوه بریزه و ما باید یک سال دیگه، یک سال سمبولیک البته، شاید بشه 10 سال، شاید 5 سال، شاید 30 سال منتظر باشیم تا این درخت دوباره بار بدهد. بس ضرورت هدایت و رهبری در اینجا بسیار معنا پیدا میکنه که حالا در ادامه برنامه اگر مورد علاقه شما باشه من در این زمینه توضیحات اندکی دارم که خدمت شما ارائه بدم. مورد قابل توجه دیگر مانی عزیز پوست انداختن نسل هست. ببینید 40 سال پیش اینها که آمدن ایران 36 میلیون جمعیت داشت، الان 80 میلیون، یعنی از دو برابر هم بیشتر شده. پس کنترل مردم ضمن که اینها سخت‌تر کردن، اما در صورت اون حرکت نهایی که شما الان بهش اشاره کردید غیر قابل کنترله. 80 میلیون با 36 میلیون غیر قابل. این یک مشکل آخونده که فکر میکرد جمعیت زیاد بشه به نفعشه، اینها رو اسلامی میکنه، اینها میرن تا کربلا و جهان اسلام رو به همه جا گسترده میکنن، ولی که به ضررشون شده، نسل پوست انداخته بر علیه اونها، نوع دیگره، شکل دیگره و در شکل جدید ترس تا حد زیاد ریخته. اما این بار اینا یک شیوه بسیار مزورانهی به کار بردن. در خیابان آنچنان از خودشون خشونت نشان ندادن، یا ظاهرن به اون شیوهی که قبلن بود نبود، اما رفتن شبانه به خونه ها ریختن و حتی نفراتی که شرکت نکرده بودن در این جنبش و نامهاشون رو داشتن گرفتن. فکر میکنی این شیوه سرکوب، رسیدن به ریختن به خانه ها، دستگیر کردن بچه ها، ترسوندن پدر مادرها، این در جنبش بعد تأثیر میذاره در شجاعت بچه ها؟ ببینید خانم افشار، در هر مرحله از خیزش، جنبش و تحولات اجتماعی مردم تاکتیک های خودشون رو یا به طور خودجوش یا آگاهانه انتخاب میکنن و رژیم ها هم متناسب با امکانات و شرایط تاکتیک های خودشون انتخاب میکنن. درست جمعیت ایران از 35 میلیون به 85 میلیون رسیده. 85 شد. مثلا نیروهای سرکوبگر رژیم گنده شدن، زیاد شدن، افسوده شدن.
ما در 35 سال پیش این لشکر چند میلیونی بسیجی رو نداشتیم، این همه پاسدار نداشتیم، این همه نان دولت خور نداشتیم، این همه لباس شخصی اصلا نداشتیم. خب دولت و حکومت جمهوری اسلامی در ایران هم به نسبت جمعیت نیروهای سرکوبگرش رو هم قوی‌تر میکنه هم گسترده‌تر میکنه. اما جالب اینجاست که تنها دو روز سه روز از این خیزش گذشته بود، ما آرام آرام داشتیم ریزش نیروهای بسیجی و پاسدار و ارتشی رو میدیدیم که می آمدن کارتای خودشون رو آتش میزدن جلوی دوربین آگاهانه با چهره واضح و نام واقعی خودشون و میگفتن ما دیگر بسیجی نیستیم. چرا؟ حتی اون بدنه بسیج غیر از اون مزدوران حرفه‌ای که در رأس اینا هستن، اونها هم جزئی از مردم ایران هستن. بدنه سپاه، بدنه ارتش جزئی از مردم ایران هستن. حتی اگر خودشون تأمین باشن، در خانوادهشون که معمولا خانواده شکل گسترده ای هستن، عمون فتر عمون فتر داری دختر خاله و داماد و باجناق و اینها یک مجموعه بزرگی میشوند، میبینن که فقر چه میکند، بیدار چه میکند. شما فکر میکنید خانم افشار یک بسیجی نمیداند که دارد ستم میکند، یک پاسدار که بروی مردم اصله میکشد نمیداند که داره زور میگه، داره به مردم ستم میکنه؟ خب این یک جای مقلوب وجدانش میشه یا مقلوب همون حس ایرانی بودنش میشه یا مغلوب سشای از درون خانواده خودش میشه که شب که میره مرد پاسدار یا بسیجی میره خونه، خانمش بهش پشت میکنه، دخترش و پسرش بهش پشت میکنن، افراد خانواده بهش پشت میکنن. خب این میدونه، منتها در یک جایی قرار گرفته که اگر خدمت رو انجام نده بی کشته میشه، انجام بده دیگران رو میکشه و این منتظر فرصت تا از این بنبست بیاد بیرون. اینا مسائلی هستن که به لحاظ روانشناختی و جامعه شناختی اهل سن باید دربارش سخن بگن، ولی ما به عنوان آدم های عادی اونجا داریم میبینیم این رژیم از درون پوسیده است. یعنی خود سران رژیم هم که کاملا آشکار همدیگر رو افشا میکنن، این به اون میگه دروغگو، اون به اون میگه دوست، اون به اون میگه اختلاف چی، اون به اون میگه تو تجاوز کردی. یعنی از درون این رژیم پوسیده است، انداختنش کار مردمه و نه کار 85 میلیون، کار 5 میلیون نفر مردمه. و این 5 میلیون لازم نیست در یک ارتش، در یک سازمان سیاسی متشکل باشد، اینها کافی است که در هر محله 3 نفر از اونهایی که همدیگر رو میشناسند و به هم باور دارند، به هم اعتماد دارند، کمیته های محلی تشکیل بدهند که بتوانند جهت درست این جنبش رو تداوم بدهند در خیزش‌های بعدی. یعنی شاید یک رقم 100,000 نفری در تمام ایران بتوانند به جای این 85 میلیون کار بکنند، مدار این از این 85 میلیون 10 میلیون 5 میلیونشو بیارن تو خیابون، شعارهای درست رو مطرح بکنن، اونها رو هدایت کنن، بدونن چه مواقعی باید پیش رفت، چه مواقعی باید عقب نشینی کرد، چه مواقعی باید تو فرار کرد، خودتو به اون راه بزنی و برسونی بگی من نبودم. و اینا تاکتیکای مبارزه است. جوانان امروز این امکانات فکری رو دارند، امکان ارتباط هم دارند از طریق اینترنت که قبلا نبود، مطابق همون نسبت امکان لو رفتن هم دارند، امکان اینکه اینترنت بروشون قطع بشه هم وجود داره. اما اون کمیته های محلی که این البته یک پیشنهاد خیلی خام هست از سوی من، اما شدنی است، مخفیانه باید باشن این کمیته ها، میتوانند با هم دیگر در ارتباط باشن، امکان نفوذ دشمن و وزارت اطلاعات هم توشون کم نیست، اما اونها باید هوشیاری به خرج بدن تا اونجا که میشه دور و بر خودشون مسدود کنن که کسی نتونه نفوذ بکنه. و موقعی که خیزش اتفاق میفته، اینها بر اساس طرحی که از قبل تنظیم کرده اند برون در وسط در قلب تظاهرات و بهش جهت بدن. مطمئن اینا کارهایی که اهل سیاست باید انجام بدن و
دنبال کنن. من و شما که سیاست مدار نیستیم، ما علاقمن به مسائل سیاسی هستیم، چون سیاست زندگی ما رو، کشور ما رو، هستی ما رو دائما زیر ضرب گرفته و ما مقاومت میکنیم. این پایداری و مقاومت ما نوع کار سیاسی است. اما با سازماندهی سیاسی و اجتماعی ربط زیادی نداره. به هر حال اجازه بدید مانی جان، آقای مانی مانی عزیزم، اجازه بدین رو صحبته که کردین پرسش هست، اجازه بدین وقت داریم، نگران نباشین، ما حتی میتونیم بحث رو به هفته آینده ببریم، چون میخوایم مردم درک بفهمن مسائل شما به دیدگاه های اشاره کردین که مهمه که باز بشه. یکی این که این کمیته های محلی که اشاره کردین مردم باید تشکیل بدن کوچولو کوچولو، اینها خب حتما منظورتون این بوده که مخفیانه باشن، کسانی که به هم اعتماد دارن. دو دیگر اشاره به نیروهای انتظامی کردین که ریزش در بین خودشون داره به وجود میاد، اما باز نظام به شیوه خطرناک دیگری دست زده، یعنی نیرو داره از خارج وارد میکنه، نیروهای سرکوبگر از سوریه، از عراق، و به ما اطلاع دادن همون گونه که مطمئنم شما هم میدونین، اینا میدونن ایرانی ها در مقابل ایرانی ها دارن تسلیم میشن، از بین خودشون بچه هاشون جزو جنبشگران هستن، خواهراشون، برادراشون. این موزل رو چگونه مردم ایران باید باهاش کنار بیان؟ با سرکوبگران 40 سال کشید تا سرکوبگران داخل حالیشون شد، که نباید تا اونجا که میشه هموطنان خودشون رو کشتار بکنن. البته این هنوز عمومیت پیدا نکرده، اما در سطح قابل توجهی. چگونه با این شیوه جدید خطرناک سرکوب، وارد کردن سرکوبگر از کشورهای همسایه، میتونن خیزشگران مقابله کنن؟ بله، شما اگر دقت کرده باشید که حتما چون این دقتی داشته ای، در دو سه مورد در بین خبرها و شعارهایی که میفرستادند مردم ایران، همون خیزشگران، گفتن که اگر نیروهای غیر ایرانی وارد نبرد با ما بشوند ما مسلحانه عمل میکنیم. و همینطور هم خواهد شد. هیچ کس طرفدار نبرد مسلحانه در داخل یک کشور نیست، چون خطراتش زیاده. اما از اونجایی که رژیم مسلحانه با مردم روبرو میشه و اینطور که شما اشاره میکنید، ممکن است نیروهای مسلح لبنانی، عراقی، افغانی و سوری و هر جای دیگری رو وارد ایران بکنه، خب مردم ایران، حتی پاسدارهاش، بسیجیهاش و ارتشیهاش آمادگی این رو که یک نیروی غیر ایرانی بیاد پسر عمه‌شون رو، دختر خاله‌شون رو، مردم کشورشون رو در خیابانهای ایران، در شهرهای ایران به گلوله ببنده، اینها اندکی از وجدان و غیرت درشون اگر باشد که در بسیارشون هست، اینها مسلح خودشون و جلو اونا میستن. و رژیم به نظر من قضیه رو کلن باخته. این فروکش خیزش به معنای خاموش شدن خیزش نیست. به نظر من این یک عقب نشینی تاکتیکی است. اما در فاصله این عقب نشینی تا یورش بعدی که نمیدانم 10 روز فاصله هست یا 1 سال یا 2 سال، این رو حرکات و تحولات ثابت خواهند کرد. در این فاصله اگر یک نهاد رهبری، نه یک رهبر واحد، که قابل اعتماد و ارجاع مردم بشود، حقانیت داشته باشه، پاکیزگی داشته باشه، مردم اونا رو بشناسن، بیاد و کمک بکنه برای هدایت این جنبش، اون وقت این جنبش نیازهایی داره. خانم ارشاد، این جنبش برای اینکه مقابله کنه با رژیم احتیاج به پول داره، احتیاج به ارتباطات داره، احتیاج به پشتیبانی سیاسی از نهادهای گوناگون بین المللی داره، حتی ممکن است احتیاج به اسلحه داشته باشه. اینا رو کی میخواد تامین بکنه؟
البته مردم ایران اگر به اون نقطه جوش و 100% برسند که خواهند رسید، اصلاً این فراوان در اختیارشون هست. خب همین جای اجازه بدید، همین جای اجازه بدید، استقلال و ارتش ببخشید کلانتری ها اینا همه پر از اسلحه هست. نه اجازه بدید، مردم از اینا بهره خواهند گرفت برای دفاع از خودشون. آه اجازه بدین همینجا. اگر این رو شما علت خشن شدن مردم رو مبنی بر متوسل شدن حکومت به نیروهای عرب هست، به نیروهای همسایه هست، به نیروهای خارجی هست نه ایرانی، در چنین صورتی شما پیش بینی میکنید که مردم مسلح بشن، حتی ممکنه نیروهای انتظامی، نیروهای مردمی، ارتش خودش که میبینه جوانانشو، فرزندانشو، همخونو، هممیهنشو دارن میزنن، میکشن و دست، ولی اینها فقط سلاح دارن اما دخال اجازه دخالت ندارن، اونجاست که ممکنه با مردم یکی بشن و خود ارتش و نیروهای انتظامی مردم رو مسلح کنن. این رو شما میخواییم بهش اشاره کنی؟ بله، چون این حادثه رو ما در سال 1357 تجربه کردیم. همون ارتشی که با توپ و تانک و مسلسل رشته بود تو خیابونها با پرتاب گل از سوی مردم رو برو شد و اینا گلا رو توی لولای تفنگشون کردن و بعد اینقدر شرافت داشتن که نمیخواستن به خاطر حکومت یا هر چیز دیگری مردم ایران رو سراسری به گلوله ببندن، در حالی که اجازه داشتن و میتونستن این کار رو بکنن، توانش هم داشتن ولی نکردن. چرا؟ البته اون خب سپاه و بسیش نبودن، ارتشی ها بودن که به هر حال یک نیروی ملی بودند و هستند و یک مقدار زیادی سکولار هم هستند و اونها اومدن و پشت مردم ایستادن. حالا اینکه اون حرکت 57 درست بود یا غلط بود اون بحث دیگری است. اونجا بحث در سر نیروهای انتظامی و نظامی است که تجربه نشون داده اینها در مقطع حساس در نقطه جوش پشت مردم می ایستند، با مردم هستند، چون از خود مردم هستند. این مملکت وقتی ما به کوروشش افتخار میکنیم، این کوروش فقط مال آدم های تحصیل کرده و سکولار و دموکرات و آزادی خواه که نیست، این پدر سیاسی همه مردم ایرانه. زرتشت یکی از نمایندگان فکری و فلسفی و انسانگرای همه مردم ایرانه. شما یک ایرانی مسلمون هم پیدا نمی کنید که به زرتشت سواشی بکنید. بنابراین اون مملکت مال همه این هاست، مال همه ماست، هر آنچه که داریم. شما محال یک ارتشی پیدا کنید که برود به پاسارگاد سنگ پرتاب کنید. چرا؟ چون در ضمیر ناخودآگاهش هست که این پدر بزرگش بوده، این ایران رو درست کرده و نگه داشته و سپرده دست ما. اگر ما امروز افتخار میکنیم که ایرانی هستیم، یکی از دلایلش این است که نیاکان ما برای این خاک و این مرد و بوم جنگیدند، خون دادند. الان هم این ارتش ماهیتش به عنوان یک مجموعه از ایرانی ها همین ماهیت ایرانگرایی است، منتها شرایط باید فراهم بشه. اندکی که رژیم در هم بپاشه، دست و پاش به لرزه بیفته و کنترل تا یک حد معینی از دستش بیرون برود، من باورم بر این هست که ارتش، بدنه بسیج، بدنه سپاه و خیلی های دیگه به مردم میپیوندند و همونطور که شما خیلی واضح فرمول بندیش کردید، اینها مردم رو مسلح میکنند و اگر نکردن مردم خودشون میروند و پادگانها رو خلصلاح میکنند. یا به عنوان مانه عزیزم، چون چند دقیقه به پایان برنامه داریم، یا به عنوان این بررسی یا پرسش نهایی، این که ممکنه در اون مرحله که ببینن نیروهای ایرانی، ببینن که نیروهای خارجی و غریبه دارن مردمان ایران رو میکشن، خود نیروها
با اون نیروهای خارجی درگیر بشن. اینم یکی از اتفاقات پیشبینی نشده است که دولت این رو دو تا چهار تا نکرده، که اگر داره به نیروهای خودش دیگه اعتماد نداره، به دلیل اینکه اینها بندهای عاطفی با مردم ایجاد کردن و داره متوسل میشه به نیروهای سرکوبگر عراقی و لبنانی و سوری و غیره، در یه مرحله ممکنه این نیروها در تیررس خود سرکوبگران نظام که به مردم پیوستن قرار بگیرن و به جایی که یعنی شرایط بسیار خطرناک خواهد بود. این رو هم توضیح بدید که این پیشبینی میره که نیروهای انتظامی مسلح اینها بجنگن در واقع در خیابانها شانه به شانه مردم که مسلح هستن، به جایی که اسلحه رو فرزن به دست مردم بدن، خودشون از دست در بره مسئله و نقشه ها همه نقش بر آب بشه و این نیروهای خارجی در واقع قربانی بشن در خاک ایران، در خیابانهای ایران. بله این امکان وجود داره در تحولات سیاسی، همه چیز امکان داره، از جمله همین که شما میگید و احتمالاً امکانش هم در این موضوع که شما اشاره میکنید خیلی بالا. البته این انتظار که کلیت سپاه پاسداران و بسیج یا نیروهای انتظامی به مردم بپیوندند به نظر من خیال ناپخته است، ولی اینها دو شقه خواهند شد. آن دسته از رهبران یا کسانی که در این نهادها هستند و منافعشون با این نظام گره خورده و میدونن که با افسادن این نظام حسنی شخصی و زندگی شخصیشون، اموالشون، جانشون از بین خواهد رفت، اونها تا آخر لحظه در برابر مردم مقاومت میکنند. دستن اونها هستند که با کمک رهبر و حکومت میروند و بسیج میکنند از نیروهای خارجی که بیارن در ایران برای سرکوب مردم ایران. اما اصل بدنه است. ببینید یک پاسدار که فرمانده سپاه پاسدارانه در میدان جنگ و عمل هیچ چیزی فراتر از یک ایرانی مسلح ساده نداره. چرا؟ چون اون یک مسلسل داره، این کم یک مسلسل داره. بنابراین اگر ما یک حساب تقریبی داشته باشیم، فکر مثلا 10% از سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی و ارتش با حکومت بمانند و 40%شون خونسا و 40%شون به مردم بپیوندند، این معناش این است که یک لشکر 80 میلیونی در برابر یک لشکر 5 میلیونی ایستاده، اونم در درون کشور، نه در یک جنگ در مرزها. و در درون کشور مردمی که پشتیبان یک جنبش باشند، هر خانهشان، هر ریال در پول در جیبشان، هر لقمه نانی که بر سفره دارند رو به مبارزان خواهند داد و مبارزه رو پشتیبانی خواهند کرد. در خانه هاشون رو برای مبارزه و زخمی ها باز میکنن، خودشون معالجه میکنن. ما این همه پرستار و پزشک داریم در ایران. اینها بعدا خانه هاشون تبدیل میشه به بیمارستان های پنهان کوچولو برای رزمندگانی که در میدان نبرد خیابانی زخمی خواهند شد. و این همه پولدار داریم، اینها بخشی از پولهاشون رو هزینه خواهند کرد که این جنبش سر پا بیسته، گرسنه نماند، بدون حقوق و اجاره خونه نماند تا بتونه کار رو به سرانجام برسونه، چون قرار نیست حکومت بعدی بیاد اموال مردم رو ازت مردم بگیره. خب مانی عزیز، اجازه بدید بحث امروز رو همینجا متوقف کنیم. تازه ما وارد اون بحث اصلی شدیم که این رو باید موکول کنیم به هفته آینده. بحث اصلی چیه؟ پرسش خود من از خودم بود در شروع برنامه، چرا ما به جای سیاسیون از هنرمندا، خود من مایل هستم کسانی که دست بر قلم دارن، با فکر سر و کار دارن، چرا از اونها دوست دارم دعوت کنم؟ به دلیل اینکه ما الان وارد یک مبارزه و جنبشی در ایران شدیم که مردم نیاز به ایجاد به جای نهادهای سیاسی به وجود آوردن نهادهای مدنی هستند.
و در اینجا خطای سیاسی به کل در یک بخش دیگری قرار میگیره. اجازه بدین هفته آینده وارد این بحث اساسی بشیم که چگونه مردم به جای نهادهای سیاسی که همه شکست خوردن، که خطر داره، رهبر رو انتخاب کردن، رهبر سیاسی چه در داخل چه در خارج، اونها هم هستن در جای خودشون، اما در نهایت با شیوه امروز این نهادهای مدنی هستن که میتونن نظام رو به پایین بکشن و این یک شیوه جدید در تاریخ ایران. شما هفته آینده مایل هستین این بحث رو باز کنیم و جلو بریم آقای مانی؟ بله، من در خدمت شما هستم و تا اونجایی که درک و تجربه داشته باشم، به حال 65 سال از عمرم میگذره و همین وقایعی رو که اشاره کردیم خیلی هاشو من دیدم از نزدیک، اینا رو من میتونم با شما و با بینندگان شما در میان بگذارم. با کمال میل در خدمت شما خواهم. من از شما بسیار سپاسگزارم جناب مانی. آقای میرزا آقا عسکری مانی اسمتون خیلی طولانیه ولی خیلی زیباست. میرزا آقا عسکری مانی، شاعر، روزنامه نگار، صاحب و بنیانگذار رادیو مانی دات کام هستن و هفته آینده من شما سپاسگزارم از شرکتون در برنامه، به شما بدرود میگم و هم میهنان عزیز. من از شما سپاسگزارم، بدرود تا هفته آینده. بدرود عزیزم. و ضمن تشکر از ایشون آقای مانی و از آقای امیر در اتاق فرمان، ما هفته آینده میریم به بحث ایجاد نهادهای مدنی که چگونه میشه در ایران کوچولو کوچولو این نهادها چه نهادهایی هستن به وجود بیان، در لحظه نهایی در جنبش دیگر بتونن به نوعی خلع سلاح بکنن نیروهای حکومتی رو. تا برنامه دیگر، خدای طبیعت نگهدار شما. سپاسگزارم.